شور این اسلام رو ببرن الان یارو چهار تا استوری گذاشته دو ماه گرفتیم کردینش تو دو تا بچه داره اصلا فرض کن استوری گذاشته فوش خار مادر داده به بالا و پایین نظام مادر دو تا بچه داره دو ماه بچه بعد... صحبت های جنجالی احسن آقامیری درباره بازداشت شدگان حوادث اخیر و احکام سنگینی که براشون صادر شده و مقایسه این رفتار با رفتار پیامبر در صدل اسلام و بخشیدن گناهکاران امت همینطور صحبت آقامیری درباره بازداشت شدن ترانه علیدوسی و تمام مادرانی که به خاطر اعتراضشون ماه سوی زندان هستن و از فرزندان خردسالشون دور هستن با ما توی این ویدیو همراه باشید صحبت های آقا میری رو میشنویم و راجع بهش صحبت میکنیم سلام دوستان به کانال هاشیه تیوی خیلی خیلی خوش اومدید امیدوارم حالتون خوب باشه خب حسن آقا میری توی لایو جدید و جنجالیش که روز گذشته داشت صحبت جنجالی رو درباره بازداشتی های حوادث اخیر انجام داد حسن آقومیری با اشاره به بازداشت ترانه علیدوسی و مادران معترضی که مشابه ترانه با وجود کودک خورسال ماهاست بدون اثبات هیچ جرمی در زندان هستن صرفا به خاطر اینکه اعتراضی کردن یا استوری منتشر کردن و برای خیلی هاشون هم جرم های سنگینی بریده شده آقا میری با انتقاد به این سبک از حکومتداری دینی اعتراض کرد و گفتش که پیامبر و ائمه در صدر اسلام اصلا شبیه این سبک حکومتداری شما حکومت نمی کردن. مخالفان پیامبر روسرش سرش شکنبه گوسفند زباله و خاکستر داغ می ولی پیامبر پاسخی به این معترضان نداد و از همشون گذشت و همشون رو بخشید چه قبل از اینکه قدرت رو به دست بگیره و چه بعد از اینکه حکومت رو به دست گرفت با هیچ کدوم از مخالفان و کسانی که بهش حالا بی احترامی کردن یا توهین کردن برخورد نکرد و اونها رو مجازات سخت نکرد توی جمهوری اسلامی هم که همه جا ادعای اسلام ناب و پیامبر و امام ها میشه ولی ولی در عمل چیزی خلاف اون رفتارهای پیامبر اجرا میشه توی جمهوری اسلامی حتی برنامه های تلویزیونی همشون با درود به پیامبر و اسلام و اماما شروع میشه ولی و توی همه ادارات و سازمان ها ادعای جانشینی پیامبر و اسلام ناب رو دارن ولی در عمل رفتار مسئولین این سازمان ها و ادارات اصلا شبیه رفتار پیامبر و ائمه نیستش هیچ کس توی این جامعه جرأت این که به یه مسئولی بگه بالای چشت ابروها رو نداره یه استوری اعتراضی کوچیک هم یکی میذاره سری میگیرن یا ادامش میکنن یا میندازنش زندان یا مورد شکنجه و مجازات سخت قرار میگیره و اصلا هم براتون مهم نیست که مثلا این معترضی که گرفتید مادر یه بچه است بچه کوچیک داره و هزار مشکل ممکنه به خاطر همین بازداشت براش پیش بیاد و صرفا اون رو برای یه حرفی که زده یا یه اعتراض کوچیکی که انجام داده می میگیرید و زندانی میکنید دیگه بدتر از زمان پیامبر نیستش که معترضا به پیامبر به بدترین شک توهین میکردن بدترین برخوردها رو با پیامبر میکردن ولی پیامبر هیچ پاسخی به اونها نمیداد نمونه های از این بخشش و بزرگواری رو توی زندگی پیامبر و ائمه زیاد داشتیم امام علی توی جنگ صفین با اینکه سپاه ماوی آب رو به روش بست و چند روز سپاه امام علی نتونست به آب دسترسی داشته باشه ولی وقتی که امام علی شریعه فرات رو میگیره آب رو به روی سپاه ماوی باز میکنه و نمیذاره که اونها از تشنگی خسته بشن یا جونشون رو از دست بدن بریم با هم صحبت های جنجالی حسن آقا میری رو بشنویم غیر از اینکه شما ما ادعای اسلام کردیم ما گفتیم دین انسانیت خدا پیامبر شما این تلویزیون ما رو باز کنید صبح تا شب هزار بار اسم پیغمبر میارن اول همه اخبار اسم پیانبر رو میارن صلوات میفرستن صلوات یعنی چی یعنی من هم منطق این آقا هستم من مثل این آقا جهان رو نگاه میکنم من از پشت پنجره که اون جهان رو میبینه میبینم من موازم شبیه اونه ما کجامون شبیه پیغمبره کجامون شبیه ادعاهایی که کردیم میگه پیغمبر و طرف خود شخص پیامبر و طرف شکنبه شطور میریخ سرش بعد مریض شد پیامبر رفت عیادتش مگه اینا رو نگفتیم اون وقت الان تو کشور ما به بعضی آقایون بگی بالا چه میگیرن میکنن زندان اعدام چه میدونم حالا اعدامش که نه ولی زندان محروم شدن از فلان از چی که چی شده توهین کرده آقا شما گفتید الگوما پیامبر بهش توهین میشد میرفت عیادت طرف الان یارو چهار تا استوری گذاشته دو ماه گرفتیم که ادینش تو دوتا بچه داره اصلا فرض کن استوری گذاشته فوش خارمادر داده به بالا و پایین نظام مادر دو تا بچه داره دو ماه برشی تو زندانه خب دوستان این بودش صحبت های جنجالی آقامیری میری و لایو پرهاشیهی که داشت حتما نظرتون رو بر ما تو بخش کامنت ها بنویسید یک دنیا هم سپاس برای لایک این ویدیو و سابسکرایب به کانال امیدوارم همیشه شاد و سلامت و پیروز باشید تا ویدیوی بعدی خدا نگهدارتون پیشنهاد میکنم در ادامه هم یکی از این ویدیوهایی که روی صفحه هست رو تماشا بکنید